سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. امروز شنبه چندم نوامبر؟ ششم نوامبر سال 2021. ما بعد از دوباره چند ماهی قرنطینه و بسته بودن همه جا و نمایشگاه و سینما و هرچی که بود و نبود، بالاخره با انجام واکسیناسیون سراسری بیماری کووید 19 میتونیم بیایم بریم نمایشگاه، بریم سینما، منتها باید ماسک داشته باشیم و حتما واکسنمون رو دوزشو زده باشیم. و خلاصه شرایط اینجوری، یه نمایشگاه خیلی جالبی برپا شده توی مرکز همایش های بین المللی ملبورن به نام آثار، نمایش دیجیتال آثار ونگوک، و گفتیم که امروز روز شنبه بیایم یه سر به این نمایشگاه بزنیم، ببینیم که چه خبره، برنامه چطوریه، شرایط چطوریه، و امیدوارم که نمایشگاه خوبی باشه. گفتم براتون یه فیلمم بگیرم که با من همراه باشیم. نمیدونم قبلا اینجا رو براتون نشون دادم یا نه، اینجا مرکز همایش‌های بین‌المللی شهر ملبورن به نام ملبورن اینترنشنال کانونشن سنتر، که اینجا معمولا کنسرت‌های موسیقی، حالا نمایشگاه‌های اینطوری، کلی نمایشگاه اینجا با هر گز نمایشگاه، حالا ماشین و حالا نمایشگاه بازرگانی و محصولات و صنایع مختلف، همچنین نمایشگاه هنری هم به نوبه خودش اینجا معمولا برگزار میشه. خدمتتون عرض کنم که ما با وجود اینکه توی ایالت ویکتوریا نزدیک بالای 82-83% واکسن زدن هر دو تا دوزشون، ولی خب هنوز میزان ابتلا پایین نرفته، روزی 1200-1300 تا مبتلا داریم، واسه همین باید خیلی مراقب بود، خیلی حواسمون جمع باشه که خدای نکرده این بیماری رو بهش مبتلا نشیم. خب منم بیشتر از این صحبت نمی کنم، ایشالله وقتی که رسیدیم به اونجا برای شما حتما فیلم خواهم گرفت. خیلی ممنونم، امیدوارم که شما از این ویدیو لذت ببرین. لطفاً ویدیوهای منو تماشا بکنید، با عزیزانتون به اشتراک بذارین و کامنت بذارین، با من در ارتباط باشین. خیلی ممنونم. خب ما دیگه داریم نزدیک میشیم به محل ورود به نمایشگاه. اینجا خب یه مقدار جمعیت بیشتره، بعد هر جا که میریم حتما چکین بکنیم. چکین منظورم اینه که اعلام بکنیم یه بارکدی، بعد اسکن بکنیم خودمون و همراهانمون که ما به این محل اومدیم. Get up.
همینطور که میبینی تقریبا همه ماسک دارن و این اجباریه، به خصوص در محلهای دربسته حتما باید ماسک داشته باشین، وگرنه اجازه ورود به اون محل رو ندارین. خب ما وارد نمایشگاه شدیم، ببینیم که اینجا چه خبره. امیدوارم که نمایشگاه خوبی باشه. بعد از چند وقت اومدیم. اگه بخوام بهتون یک اطلاعی کوچیکی بدم، اسم نمایشگاه لوم بعد این آثار دیجیتالی ون گوک و این هم اسپانسرهای این نمایشگاه هستن. خب همه هم مشغول عکس گرفتن و فیلم برداری و مشاهده آثار دیجیتالی ون گوک هن. حالا اینکه علتش اینکه چرا میگن دیجیتال رو حتما متوجه خواهیم شد. اینجا یکم هیستوری گفته راجع به خود وینسنت ویلیام ون گوک که 30 مارچ سال 1853 در شهر زوندر به نوعی آمده. یه محل، یه ویلیج، یه روستای، حالا ویلیج روستایی یا منطقه روستایی توی جنوب هلند. راجب پدر و راجب خانواده و حالا زندگی ون گوک داره صحبت میکنه. اینکه چه سال 1869 مدرسه رو ترک کرده وقتی که 16 سالش بوده و توی گوپیل اتسای یا هر چیزی هست، یه بیزینسی که کارهای هنری رو بالاخره انجام، توی بازرگانی کارهای هنری بوده، مشغول به کار میشه که پدرش یا درخش داییش یا عموش اونجا سرمایه گذار بوده و حالا باقی ماجرا. این هم یه عکسیه که دستن که سن 19 سالگی. حالا اینجا هم راجع به خود همین نمایشگاه توضیح دادن. همه اینا هیچ کدوم نوشته نه، ببخشید، فکر میکردم دیجیتالیه ولی نه، نوشته است و چاپ شده. فکر میکنم اینم یه اتاق شبیه سازی شده از اتاق خود ون گوک باشه. خب با ما همراه باشین. خب من داشتم یه مطالعه کوچیکی نسبت به این آثار نقاشی که از ون گوک گذاشته بودن انجام میدادم و میخوندم ببینم داستان چطوری. خیلی جالب بود. نمیدونم شما چقدر راجع به این هنرمند میدونید، ولی خب ون گوک خیلی با مشکلات روانی و عصبی بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکرده، به خودش خیلی آسیب رسونده، حتی مثلا گوش خودش رو بریده، زخم کرده و مشکلات عصبی، انگزایتی روانی داشته و بیشتر از آثاری که از خودش حالا سلف پورتری کشیده سعی کرده اون حس اون حالا عصبانیت یا اون حالت روانی که حس می‌کرده رو بیان بکنه.
خیلی جالبه توی آثار نقاشی که گذاشتم و داستانهایی که نوشته بودن، حالا بهتون میتونم نشون بدم، اینه که هر جایی که حالا میرفته تحت درمان قرار میگرفته، حالا چه توسط خانوادهش به خصوص برادرش یا دوستان نزدیکش، اون حس و یا اون حالی که نسبت به اون محل داشته رو سعی میکرد توی نقاشیاش بیان بکنه و خیلی جالبه. حتی یکی از دکترهایی که تحت درمانش بوده، وقتی بود یکی چند جلسه باهاش صحبت کرده، برادرش نامه نوشته که من حس میکنم انقدر این آدم پریشان و اون عصبی هستش که میزانش به اندازه عصبانیت منه، من خودش باید نیاز به درمان داره. و توی یکی از پوترهایی که از این دکتر کشیده، سعی کرده اون عصبانیت و یا اون پریشانی رو برای خودش خلق میکنه. خیلی جالبه، خیلی ویژگی نمایشگاه های هنری رفتن اینه که با آدم این اجازه رو میده که مطالعه‌ای داشته باشه راجع به اون هنرمند، راجع به آثارش، اینکه چرا حالا اون اثر رو خلق کرده، حالا چه نقاشیه، چه موسیقیه، چه هرچی. به خاطر به نظرم اون داستانه که به اون اثر هنری ارزش میبخشه و درکش باعث میشه که مردم به اون اثر هنری و به اون هنرمند علاقه مند بشن. خب با من همراه باشین، امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید. خیلی ممنون. خب اینجاست که به نظرم اون قسمت دیجیتال نمایشگاه اینجاست. همونطور که میبینید مردم هم اومدن، نشستن و دارن از آثار دیجیتال، اثر دیجیتال و این نمایشگاه خیلی قشنگ لذت میبرن. بسیار فضای جالبیه. مردم نشستن، دارن میبینن، مشاهده میکنن و سر تا سرم اینجا از این تابلوهای دیجیتال گذاشتن و دارن اثرهای هنری رو به نمایش میذارن. خیلی برای من جالبه، من خیلی لذت دارم میبرم. نمایشگاه جالبیه، ستینگ جالبی داره، دکوراسیون قشنگی داره و معلومه که بعد از مدت‌ها که نمایشگاه باز شده، سعی کردن یه نمایشگاه خیلی خوب و جذاب برای مردم تدارک ببینن که مردم تشویق بشن و بیان و این نمایشگاه رو بازدید بکنن. خب ما یه دوری داریم میزنیم ببینیم اینجا چه خبره. اینجا هم یه کافی خیلی کافتری های خیلی قشنگ ترتیب دیدن که مردم میان میشینن و ازش لذت میبرن. بسیار زیباست. خب ما بریم به سمت قسمت بالا. این همون کافه تریایی که به خدمتتون عرض کردم و همینطور دور تا دورم داره هنرهای مختلف به صورت دیجیتال روی این صفحه های بزرگ به نمایش داده میشه. موسیقی خیلی قشنگی داره، فوق‌العاده است. من فقط امیدوارم که وقتی میخوام اینو روی یوتیوب بگذارم، خیلی یوتیوب به خاطر این موسیقی پشت صحنه درد سر ایجاد نکنه. فوق‌العاده زیباست.
میرم یه کلاس کوچیک نقاشی برای کسایی که علاقه مندن بیان نقاشی کنن. یه نمونه اینجا گذاشتن، شما میتونید بیاین و نقاشی کنید با توجه به نمونه. The Emu in the Sky constellation. امیدوارم که شما از این ویدیو لذت برده باشین. خیلی ممنون که پست ها و ویدیوهای من رو هم در شبکه یوتیوب هم در اینستاگرام دنبال میکنید. لطفاً ویدیوهای من، پست های من رو لایک کنید، با عزیزانتون به اشتراک بذارین، کامنت بذارین، با من همراه باشین و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شما رو تا ویدئوی بعدی، تا پست بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.